از موج چشم باران شد قرق مهتا اینجا ای آقا ای مولا ای مولا علی بحث از ضرورت وجود حجت در هر زمان است از منظر قرآن و روایات ما معتقدیم به طبعه از آیات و روایات و همچنین ادله عقلی هم بر این مطلب دلالت دارد در هر زمان باید حجتی بین خلق و خالق باشد اعم از اینکه این حجت پیغمبر باشد نبی باشد رسول باشد یا جانشین رسول وسیع، حجت خدا بین خلق و خالق یکی از آیاتی که دلالت بر این مطلب دارد دلالت بر ضرورت وجود حجت در هر زمان دارد آیات مربوط به قدر از شب قدر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها اذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر ما قرآن رو بار در شب قدر بر قلب نازنین پیامبرمون نازل کردیم تا اینجا میرسد تنزل در از تنزل تاش افتاده برای تخفیف تنزل الملائکه و الروح فرشتگان و روح که بنابر نقلی روح فرشته مقرب الهی است فرشته خاصی است تنزل الملائکه و روح فیها در شب قدر به اذن ربهم به اذن پروردگارشون من کل امر تمام امور رو از جانب خداوند متعال فرود می آورند بر کی سخن از این است فرشتگان بر کی نازل میشن؟ بر هر شخص فاجر و فا... انسان مهمانی که جایی وارد میشه بر شخصی وارد میشه بین مهمان و اون کسی که مهمان بر او وارد میشد باید سنخیت باشد فرشتگانی که بنابر نص قرآن لا یعصون الله ما امرهم ما یعمرون معصومند معصوم بر معصوم نازل میشود او کیست تنزل الملائکه والروح فیها به اذن ربهم من کل امر فرشتگان نازل میشن امور بشر رو در یک سال وارد میکنن بر حجت خدا تا حجت خدا دعا کند ممکن است قضا و قدر در اینجا راهگشا باشد تجدیه نظری شود تا برگردن شبه بیست و بر برمیگردن و قضای حتمی الهی ابتداعا قدر است تقدیر است این تقدیر در شب 19 هم میاد تا شب 21 دعا میشد امام حجت خدا دعا میکند بر مقدرات این بشر و پیروانشون دعا میکند خود انسان هم دعا میکند تا شب 23 هم که بر میگردد قضاء حتمی الهی میشد سلامون اون شب سلامون هی حتی مطلع الفجر تا طلوع فجر همچنین در سوره دخان آیه یک و دو این خداوند متعال میفرماد فرمد حامین و المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکت انا کننا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم سوال در این است که آیا قدر و شب قدر شکی نیست که در زمان پیغمبر بوده است آیا در طول تاریخ هر سال شب قد تکرار شده است و تکرار می شود یک سوال سوال دوم اینکه که ملائکه و روح و فرشتگان و فرشته مقرب خاص الهی بر چه نازل می شود فعل مزارع دلالت بر دوام دارد خصوصا در باب تفاعل تنزل الملائکه بنابر نس برخی از مفسران اهل سنت و شیعی این شب قدر و نزول فرشتگان و روح هر سال تکرار می شود ملاحظه بفرمایید مفسر سنی رشید الدین میبودی در کشف الاسرارش می گد جلد یک صفحه 559 علما و مفسران در وقت لیلت القدر اختلاف کردهاند. برخی معتقدند که تنها در اثر رسول خدا بوده و بعد از او برداشته شده است ولی عموم صحابه و علما میگویند لیلة القدر تا روز قیامت باقی است یعنی هر سال تکرار میشه مرحوم تبرسی از گفاری غفاری نقل میکند که فرمود به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کردم آیا لیلة القدر چیزی است که در اصل انبیاست که ملائک و روح در آن شب نازل میشوند و بعد از وفات آنها برداشته خواهد شد فرمود خیر لیلة القدر تا روز قیامت دوام و استمرار دارد نسبت به سوال دوم همین مطلبی بود که اشاره کردیم چند احتمال فرشتگان بر کی نازل بشه با سنخیت داشته باشه بر هر فاسق و فاجری یا نه احتمال دوم بگیم بر هیچ کس فرود نیاین این باطله وی کسی فرود میاد؟ از میشه راه سوم بگیم فرشتگان بر اولیاء خدا که با اونها سنخیت دارن حکمتش هم عرض کردم تا دعا کنند امام دعا کند حجت خدا دعا کند پیغمبر دعا کند تا شب 23 قضا حتمی الهی برای سال آینده که هیچ ربطی هم با جبر ندارد در راستای اختیار است محقق شود این مطلب در روایات هم آمده که این سوره انا انزلنا و همچین آیه یک و دوش آمدخان موردش ما امام معصوم است ازش استفاده میشد در هر زمانی حجت خدا باید رو زمین باشد برخی از روایات رو براتون قرائت می از امام باقر علیه السلام بنابر نقل کافی جلد یک صفحه 249 نقل شده که حضرت فرمود ای گروه شیعه با خسم خود به سوره انا انزلناه و الاخر آیه استدلال و احتجاج کنید که پیروز خواهید شد پس سوگن به خدا که این سوره از برای حجت خدای تبارک و تعالی بعد از رسول او این سوره همانا مدرک دین شما و نهایت علم ماست ای جماعت شیعه با آیه حامین و کتاب المبین انا انزلناه فی لیلتن مبارکت انا کننا منذرین بحث کنید زیرا این آیات اختصاص به والیان امر دارد با این بیانی که عرض کردم باز کلینی به سندش در کافی جلد یک صفحه 252 حدیث 9 به سندش از امام باقر نقل کرده که حضرت فرمود به خدا سوگن همانا هر که کس که تصدیق کند لیلت القدر را علم پیدا می کند که از برای ماست زیرا رسول خدا با اشاره به علی علیه, علیه السلام هنگامی که رهلتش نزدیک شد فرمود این ولی شماست این ولی شما بعد از من است اگر او را اطاعت کنید به رشد خواهید رسید که در این روایات هم آیه را تطبیق کرده به ولایت امیر المؤمنين. روایات زیادی است باز از امام باقر نقل شده که امیر علیه السلام به ابن عباس فرمود همانا در هر سال لیلت القدر است در آن شب امر یک سال نازل می شود برای آن امر است بعد از رسول خدا و روایات دیگری هم هست حالا یه روایاتی از اهل سنت براتون بخونم در این زمینه ابن حجر هیثمی یا هیتمی بنابر نقلی در سوائقوالمحرقش در زیل حدیث ثقلین چنین میگوید بعد از نقل حدیث ثقلین در احادیث امر به تمسک به اهل بیت علیهم السلام اشاره به عدم انقطاع شخصی است از اهل بیت تا روز قیامت که قابلیت و اهلیت برای اقتدا و تمسک به او باشد همان گونه که کتاب عزیز این گونه است و لذا اهل بیت به عنوان امان اهل زمین معرفی شدند این بیان ابن حجر است پس این یکی از آیاتی است که ما میتونیم بهش استدلال کنیم آیات قدر بر ضرورت وجود و حجت حجت خدا بین خلق و خالق در هر زمان